با سلام شما بینندگان عزیز کانال جدید، امروز برنامه رو اختصاص دادیم به موضوع پناهندگی و مشکلات و مسائل مربوط به آن. با توجه به تماسی که بینندگان عزیز کانال جدید گهگاه به این کانال میگیرن و سوالاتی را در مورد مسائل پناهندگی دارن، ما در همین رابطه از عبدالله اسدی، دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی، دعوت کردیم که به برنامه ما تشریف بیارن و به سوالاتی در این مورد در مورد پناهندگی جواب بدن. با سلام به شما عبدالله اسدی. با سلام به شما و بینندگان عزیز تلویزیون، بهتون خسته نباشی میگم. من خیلی خوش آمد میگم به شما به این برنامه و لطف کردین که به برنامه ما اومدید. عبدالله اسدی، میدونین که مسئله فرار ایرانیان و پناهندگیشون به کشورهای دیگه‌ای که الان نزدیک بیش از 30 سال هست در اتفاق میفته، مشکلات خاص خودشو داره و پناهندگان به مسائلی درگیر هستن که ممکنه قبلا به اون فکر نکرده باشن و پیش بینی اونو نکرده باشن. ما موضوع برامون این هست که در مورد این مشکلات پناهندگی و پناهندگان صحبت بکنم. من اول از شما میخوام که یه تاریخچه از خود فدراسیون سراسری پناهندگی و فعالیتاش برای بینندگان عزیز ما بگید، به عنوان معرفی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی. بله، من بارها از این تلویزیون صحبت کردم، فدراسیون رو معرفی کردم. فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی فکر کنم 24 سال پیش تشکیل شد. همچین فدراسیونی به منظور کمک به پناهندگان ایرانی در اون دوره که زندان ها پر بود از دستگیر شدگان، از پناهندگان سیاسی، از احزاب و سازمان‌های مختلف پر بود، اون موقع موج زیادی از پناهندگان به طرف کشورهای غربی می اومدن، به طرف پاکستان می رفتن، ترکیه می رفتن، جای جای دنیا می رفتن، گرفتاری خیلی زیادی پیدا می کردن، اطلاعات کافی نداشتن، با خانواده می اومدن. موج زیادی از پناهندگان در راه بود و لازم بود همچین سازمانی توی اون دوره ساخته بشه برای سر و سامان دادن به پناهندگانی که وارد کشورهای مختلف غربی می شدن یا وارد مثلا دفاتر سازمان ملل در کشورهای هممرز با ایران می شدن. اون موقع می تونست این فدراسیون سر و سامانی بده، راهنمایی بکنه، نشریه برای خط دادن به پناهندگان چگونه از حقوق خودشون دفاع کنن، حقوقشون چیه، حق پناهندگی چیه، آشنایی با اون، آشنایی با جامعه جدید و مجموعه مشکلاتی که در جامعه جدید کلن پناهندگان پیدا می کردن در رابطه با کیساشون، در رابطه با دلایل پناهندگیشون، مسائل مشکلات مختلفی که هست. این فدراسیون اون موقع ساخته شد به منظور کمک به این پناهندگانی که از ایران میگرفتن. این خدمات رو شما در کشور مقصد بهشون میدادید یا در مسیر راه هم میتونستن از این خدمات و از این اطلاعات شما استفاده بکنن؟ به محض اینکه از ایران بیرون می اومدن، مثلا اولین کشوری که خب رجوع میکردن جایی مثل ترکیه بود. ما از همون ابتدای تشکیل این سازمان در ترکیه نفوذ خیلی زیادی پیدا کردیم و در میان پناهجویان به سازمان معتبر، مشهور و دفاع از حقوق انسانی تبدیل شدیم. دسته دسته پناهجویانی که می اومدن خب واحده فدراسیون خودشون تشکیل می دادن در شهرهای مختلف. در بسیاری شهرهای ترکیه مثلا ما واحد داشتیم، پناهجویان مثلا خودشون رو سازمان میدادن و این سازمان میتونست افق بده، آینده بده، چراغ روشنی در مقابل خود پناهجویان باشه و این کارو میکرد و راهنمای خوبی بود برای معرفی قوانین پناهندگی، برای معرفی شرایط جدید در جامعه جدید و بسیار در این زمینه کمک میکرد از همون ابتدا. عبدالله اسدی، آیا شما آماری دارید از فراریان و پناهجویان، فراریان از رژیم اسلام ایران و پناهجویانی که به کشورهای دیگه پناه میارن، آیا آمار
آماری اعلام میشه یا آماری هست که کسی دسترسی داشته باشه به اونا؟ گاه و گدار آماری از طرف ادارات امور پناهندگی تو کشور غربی داده میشه از پناهجویان از کشورهای مختلف، از ایران هم طبعا این آمار رو کم و بیش ما میگیریم. منتها الان که من نگاه میکنم آمار زیادی ندادن که چند پناهنده ایرانی مثلا از سال چند تا چند مثلا وارد شدن، ثبت نام کردن در کشور غربی، ولی تخمین هست که با توجه به آماری که در سوئد و آلمان مثلا ما داشتیم حدود 10 تا 11 هزار نفر بعد از این خیزش های دوره سال 88 وارد کشور غربی و ترکیه شدن. این آماری هست تخمینا من میتونم بهش اشاره کنم. بله. عبدالعزیزی، وقتی یه پناهندهی وارد کشور مقصد میرسه به چه مشکلاتی روبرو میشه؟ مشکلات زیادی هست. شاید خیلی ها فکر میکنن که همین که از ایران خارج میشن و به یک کشوری که مورد نظرشون هست میرسن پایان کار هستش، ولی اینطور نیست. وقتی میرسن حتی نه تنها ترکیه، به سوئد هم که الان ما توی اینجا زندگی میکنیم میرسن، تازه اول کار آغاز میشه. ما الان پناهندگانی میبینیم که از ایران اومدن 12 سال نتونستن اقامت این کشور رو بگیرن و توی 2-3 دوره مثلا از پلیس مخفی شدن، این که میگیرنشون، اونه که پروندهشون بسته میشه، مثلا تشخیص داده میشه که واجد شرایط پناهندگی نیستن، پرونده هاشون رو اداره مهاجرت میبنده، طبعا پرونده هاشون رو مثلا به پلیس میده. پلیس دیگه مختار هستش، هر جا اینا رو گرفت و بازداشت کنه در درجه اول، بعد اخراج کنه. بنابراین اطلاعات خیلی زیادی لازم هست برای کسانی که تصمیم میگیرن خودشون، خانوادهشون یا به تنهایی میخوان به خودشون وارد پروسه پناهندگی بکنن، حالا در ترکیه یا هر کشور دیگه ای، باید با آمادگی کامل وارد این پروسه بشن. این پروسه طولانی هست، بعضن باید دانش مثلا پناهندگی رو داشته باشن، بعد قوانین پناهندگی سازمان ملل و مفاد این قوانین رو خونده باشن، روی این قوانین اشراف داشته باشن و بتونن که به طور واقعی از پس سوالاتی که مثلا در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و یا در ادارات امور پناهندگی در غرب بر بیان. اونا کسانی هستن خب طبعا تحصیلاتشو دارن، تجارب خیلی زیادی دارن، روانشناسی این مسئله رو دارن، دارن با یه آدمی که مثلا اولین تجربهش هستش، از یک کشوری میاد، هیچ وقت به این مسئله زیاد فکر نکرده، خب خیلی طبیعی هستش در میان مثلا از تجربه 20 سال زندگیش داره میپرسه، 4-5-10 تناقض توی این صحبتش وجود داره، خب همین باعث میشه پرونده پناهنده براحتی بسته بشه. و وقتی پرونده پناهنده براحتی بسته میشه، حداقل در تا 4 سال بعد هیچ کار دیگری نمیتونه بکنه و در این 4 سال احتمال داره دست پلیس بیفته و خیلی ساده اخراجش کنه. یکی از فعالیتایی که شما دارید توی خارج از ایران بانان فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی، همین کمک های از این قبیل، آگاهی هایی است که چجور این پروسه پناهندگی رو بگذرونن، که خب خیلی از پناهنده ها از این اطلاعات و آگاهی شما استفاده کردن و تونستن اقامتشون هم بگیرن. کلن شما در غیر از این در رابطه با قوانین ضد پناهنده پذیری کشورهای اروپایی فعالیت هایی داشتید و اعتراضاتی رو سازمان دادید. آیا قوانین پناهندگی تغییراتی که انجام شده رو به بهبود به نفع پناهندگی است یا بر علیه مسائل پناهندگی داره رقم میخوره؟ به نظر ما بعد از پایان جنگ سرد اساسا 20 سال پیش اتفاق افتاد، بعد دیگه مسئله پناهندگی اون جایگاه اصلی که در دوران جنگ سرد و سفارای غرب و شرق بود سر پناهندگی، اون جایگاه رو نداره الان. خیلی هم طبیعی هستش،
چون اون موقع این قوانین کنوانسیون ژنو نوشته شد بیشتر در مقابل غرب بود، در مقابل شرق بود، با خاطر اینکه اون میگفتن اونجا دیکتاتوری هست، اختناق سیاسی هست، آدم ها به خاطر دلایلشون، به خاطر مبارزشون، به خاطر مذهبشون، به خاطر خیلی مسائل مختلف مورد بازخواست قرار میگیرن، زیر شکنجه میرن، زندانی میشن و شرایط اسفناکی تو اون کشور هست. آزادی وجود نداره، دموکراسی وجود نداره، استالینیست وجود داره در اون کشورها و این تصویر رو غرب از شرق میداد. بعد از اون دیوار فروپاشی دیوار برلین کلن جایگاه پناهندگی که در اون دوران داشت به شدت تضعیف شد. ولی اینم بگم که درست در همون دوران تازه آغاز پناهندگان سیاسی از ایران بود اون دوره. شاید در کل دنیا اینجوری شد ولی برای ایرانی ها با توجه به انقلابی که شروع شد و انقلابی که به شکست کشونده شد و در پس این آدم های زیادی در ایران اعدام شدن و آدم های زیادی هم به ناچار کشور رو ترک کردن برای اینکه جون و زندگیشون رو نجات بدن، اون شرایط برای ما تازه شروع می شد، برای پناهندگان ایرانی تازه شروع می شد و تازه اوج می گرفت و ما مجبور بودیم از اون قوانینی که سازمان ملل نوشته بود که موسوم بود به کنوانسیون ژنو مال 1951 از اون دفاع کنیم. وقتی مثلا پناهندگان زیر سوال می رفتن، وقتی صحبتشون رو باور نمی کردن، وقتی حرفشون رو باور نمی کردن، وقتی مدارکشون رو قبول نمی کردن، وقتی بهشون می گفتن که شما با یه زبان ساده واقعیت رو نتونستی اثبات کنی، ما به عنوان یه سازمان از حقوق این پناهجویان دفاع می کردیم. بارها در کشورهای مختلف تحسن های بزرگ سازمان دادیم، اعتراضات خیلی وسیع سازمان دادیم، در مقابل ادارات امور پناهندگی دست به تظاهرات زدیم، سعی کردیم پناهندگان رو برای مقابله با این وضعیت متشکل بکنیم، سازمان بدیم بتونن حقوق خودشون رو بشناسن و با شناخت از حقوق خودشون بتونن متشکل بشن، سازمان پیدا بکنن و در مقابل زورگویی یا در مقابل سختگیری های دولت ها سازمان ملل استادگی بکنن و از حقوق انسانیشون دفاع بکنن. توی اون دوران ما تأثیر خیلی زیادی داشتیم و به مراتب هم جلو اومدیم، تجربه خیلی بیشتری رو کسب کردیم و تونستیم از پس خیلی مسائل مهمی که در مقابل پناهندگان بوده بر بیاییم و خیلی جاها تونستیم قوانین رو اصلا تغییر بدیم به نفع پناهندگان یا مثلا شرایط رو ایجاد کنیم که از قبل این شرایط مثلا پناهندگان زیادی بتونن دست جمعی اقامت بگیرن. یک نمونه روشن در سال 2005 در سوئد بود که 21,000 پناهجوی کشورهای مختلف سیاه زندگی میکردن بهشون اقامت بدن، به صورت غیر قانونی زندگی میکردن. بله. پس موضوع مشکلات پناهندگی صرفاً تغییر قوانین کنوانسیون ژنو نبوده، بلکه رفتار غیر انسانی و ضد پناهندگی کشورهای اروپایی بوده که یا کشورهای پناهنده پذیر بوده. اینجور درست فهمیدم من؟ دقیقاً. اونا دیگه اون قوانینی که اون موقع مثلا همشون امضا گذاشته بودن پای این قوانین، عملاً نه اینکه مثلا بیان وارد بشن مثلا بندایی از این قانون رو تغییر بدن با توجه به تغییرات جدید، هیچ کدوم از تغییرات رو ایجاد نکردن، ولی عملا این قوانین رو زیر پا گذاشتن، عملا این قوانین رو دور زدن و عملا که نگاه میکنی اینقدر سختگیری ها زیاده. مثلا هر سال که با آمار برود پناهجویان با اروپا نگاه میکنی، مثلا هر کدومشون با افتخار اعلام میکنن که سال گذشته تونستیم
10% 20% مثلا کاهش بدیم در ورود پناهجویان به دروازه اروپا، و این و با افتخار مثلا اعلام میکنن. بنابراین نشون میده که دولت ها کلن الان زیاد این قوانین برایشون مهم نیست، نه تنها زیاد مهم نیست، بسیاری از همون دولت های عضو کنوانسیون ژنو الان هیچ پناهنده ای نمیگیرن. مثلا تو بری اسپانیا اصلا جوابتو نمیده، اصلا پناهنده اونجا مفهومی نداره، باید بری مثلا پناهنده اقتصادی بشی، خونه بگیری، مثلا اونجا بتونی زندگی بکنی. اون مهاجر کسی میتونه بره اونجا. عبدالله اسدی، یکی از مشکلات مهمی که پناهنده ها باش مواجه هستن و اخبار ناگواری رو ما از گوش و کنار جهان میشنویم در مورد کشته شدن پناهندگان که سال گذشته توی مسیر استرالیا یک کشتی قایق غرق شد که تعداد زیاد ایرانی توش کشته شدن، کلن پناهنده کشته شدن که تعداد زیادش ایرانی بودن. همین یکی دو ماه گذشته 250 نفر توی مسیر آبای مالزی فکر میکنم کشتشون غرق شد و تعداد زیادی کشته شدن، و حتی ما اخباری رو میشنویم و شنیدیم که انسانهای یخزدی رو تو کوههای یونان پیدا کردن که اینا پناهجو بودن و به مسیرهایی رفته بودن که منجر به مرگشون شده بود. شما با توجه به تجربیاتون که توی فعالیت‌های چندین سالتون دارید، چه توصیه‌ای دارید برای ایرانیایی که از ایران خارج میشن و دنبال کشور امن میگردن، از اون جهنمی که رژیم اسلامی براشون درست کرده میان بیرون و دنبال یک کشور امن میگردن؟ معمولا خیلیشون براشون مهم نیست کدوم کشور برن، فقط میخوان از اون کشور فرار بکنن. توصیه شما چیه که چطور بتونن به یک کشور ثالثی برسن که حداقل ضرر ببینن و حداقل صدمه رو ببینن؟ ما همیشه توصیه‌مون اینه که از راهایی که ناامن هستش پرهیز کنن پناهجویان، تا اونجایی که به خودشون مربوطه و به تصمیم خودشون برمیگرده سعی کنن پرهیز بکنن از بیراه‌ها، از اینکه بیگودار به آب نزنن، بیگودار به گردنهایی که مثلا از قبل هیچ تصویری ازش ندارن نزنن، بیگودار با قاچاقچی که هیچ شناخت خاصی ندارن دست جمعی جلو نیفتن، با قایقایی که مثلا فکر میکنن چوبیه توی موجهای عظیم توی دریاها دوام نمیاره و شکسته میشه، و همین قایقی که شما الان بهش اشاره کردی ظرفیت 150 نفر را داشته ولی 300 نفر توی اون قایق مثلا جای گرفته بودن، به همین خاطر در مقابل موج عظیم دریا و طوفانی که مثلا در دریا هست همه پناهجویان آشفته میشن، بعد اون موقع قایق شکسته میشه و همه پناهجویان میفتن توی دریا و غرق میشن و نابود میشن. این تراژدی خیلی بزرگی بود و همه ما رو واقعا نگران کرد، ناراحت کرد. ما همیشه گفتیم، توی همون دوره اطلاعیه دادیم، گفتیم پناهجویانی که واقعا میخوان به مقصد برسن اونا فرار میکنن از یک کشوری برای اینکه سالم بمونن، برای اینکه به آسایشی برسن، برای اینکه به امنیتی برسن، برای اینکه به رفاهی برسن، برای اینکه آسایش پیدا بکنن، نباید از این راه استفاده بکنن، نباید خودشونو در بین راه نابود بکنن، نباید اصلا وارد این پروسه، باید با اطلاعات کامل حرکت بکنن، باید قاچاقچی که مثلا حداقل 200 پناهجو رو میاندازه توی قایق باید تضمین بکنه، و اونم به نظر من هیچ قاچاقچی نمیتونه اینو تضمین بکنه، حتی هیچ دولتی هم نمیتونه تضمین بکنه. برها دولت ها تمام تلاششون اینه که گفتم سعی میکنن مرزه رو سخت بکنن از نظر پلیسی، از نظر کنترل، هم به طور تکنیکی از اثر انگشت و غیره، پیدا کردن ویزا، هزار و یک راه دارن برای اینکه مسیر پناهنده رو پیدا بکنن، برای اینکه ردیابی بکنن از کجا اومده، برای اینکه بفهمن از چه مسیری اومده. به هر حال تمام دولت‌ها تلاش میکنن که ورود پناهجویان رو به کشور خودشون کاهش بدن، و این پناهجویان باید بدونن در ترکیه، در یونان، در اندونزی، در هر کشوری تمرکز دارن
بیگودر به آب نزنن و خودشونو به دریایی بی پایان نزنن که معلوم نیست سرنوشتشون چه سرنوشتی پیدا میکنه. آیا امکان عبدالاسدی فرض کنید که از بینندگان ما که الان داره برنامه ما رو نگاه میکنه به جای رسیده که مجبور است از کشور اسلام زده ایران فرار کنه، در مسیری که میخواد بیاد و یا اینکه حتی شروع بکنه، اگر به شما تماس بگیره شما چه توصیه‌ای و چه خدماتی میتونه به چنین افرادی بدین؟ راستش خب ما به طور دائم در این مشاوره میدیم، هم در ایران مردم زیادی با ما تماس میگیره، هم از سایر کشورهای دنیا که هستن تماس میگیرن، بخاطر اینکه ما خب یه سایتی داریم، همه میرن اون سایت مراجعه میکنن، اطلاعات میگیرن، بعد اون موقع تلفنمون رو اونجا میگیرن. توصیه‌ای که ما میکنیم به اینا این است که با آمادگی کامل، اولا با آمادگی کامل بیان باشه، دانش این مسئله پناهندگی، اطلاعات کامل در مورد پناهندگی، حقوق پناهندگی اساسا چی هست، بعد کی بهشون تعلق میگیره، پناهنده میشن، مثلا حق دارن تو کشور زندگی بکنن، چه چیزی باید مثلا داشته باشه، چه مدارکی رو نباید بیاره، چه مدارکی رو باید داشته باشه. مثلا کسی که مدارک هویت مثل شناسنامه، مثلا کارت ملی نداشته باشه، سلب اعتماد میکنن نسبت به هویتش، اینکه مال کجا هستش. به همین خاطر این یک نقطه مثلا بازدارنده است. مثلا بعد پناهنده بتونه مثلا هم اونا رو ثابت بکنه، هم بتونه توی صحبتاش و مدارکش و شواهد روشنی که از گذشته خودش، از اینکه چگونه تحت تعقیب بوده در کشور، چگونه امنیتش به خطر افتاده، در چه رابطه ای مثلا امنیتش به خطر افتاده، همه اینا رو باید بتونه دونه دونه اثبات کنه. چون کارمندان امور پناهندگی چه در سازمان ملل چه در ادارات امور پناهندگی در کشورهای غربی با اطلاعات کامل اینا رو میپرسن. مثلا برای نمونه میگه تو کی فهمیدی که تحت تعقیب هستی و برای چی تحت تعقیب هستی، مثلا چی گفته بودی، چی کار کرده بودی، مبارزه کرده بودی، آیا عضو حزب خاصی بودی، آیا عضو سازمانی بودی، آیا مثلا در تظاهرات شرکت کردی، پرچمدار اون تظاهرات تو بودی. مثلا این باید مثلا بگه من رهبر این تظاهرات بودم، من کاری بودم. مثلا این تنها کافی نیست، کسی که مثلا مثل توده عام مردم توی تظاهرات شرکت میکنه تو جایی و مثل ایران، اون تنها کافی نیست که مثلا اعلام کنه. نه این موضوعی، ببخشید من تو حرفتون میام، این موضوعی است که وقتی به کشور مقصد میرسه. من منظورم بیشتری بود که وقتی میخواد شروع کنه و از ایران خارج میشه، اگر به شما تماس بگیره آیا امکاناتی هست که شما بتونید توی مسیر راه بهش کمک بکنید و اطلاعاتی از شما بگیره؟ دقیقاً. خب من میگم ما واحده خیلی زیادی داریم، فعالیت های خیلی زیادی داریم، آدم های خیلی زیادی داریم تو جای جای دنیا با. و اینا هم از طریق تلفن هم از طریق اینترنت آگاهی میدن، اطلاعات میدن. طریق تلفن من خودم مرتب مشاوره. تلفن شما هم زیر صفحه تلویزیون هست که بینندگان میتونن به یادداشت کنن و به شما تماس بگیرن. دقیقاً از طریق تلفن تمام اون راههای لازم، تمام اون شرایط لازمی که هر پناهجویی باید ازش اطلاع پیدا بکنه ما این راهنمایی میکنیم، از چگونه اومدنش تا متریالی که باید داشته باشه، مدارکی که داشته باشه، تا اینکه کجا باید بره، کجا بهتره. همه اینا مسائلی هستند که ما با پناهجو در کنار پناهجو هستیم، اطلاعات کامل در اختیارش میذاریم برای اینکه زودتر به آرامش و به یک زندگی امن دست پیدا بکنه. اینا خب اگر بگی مثلا خب امکاناتتون برای اینا چیه، مثلا چگونه، خب گفتم از طریق اینترنت، اسکایپ، یاهو، تلفن، همه اینا امکانات خیلی زیادی الان هست. هر کسی توی اون سر دنیا و این سر دنیا خیلی راحت میتونه مشاوره بگیره، اطلاعات کافی بگیره. من همین الان مثلا مشاوره خیلی زیادی با خود ایران دارم، کسانی که میخوان به پناهنده بشن، من تلفونو میذارم روی آیفون، باید 2 تا 3 تا خانواده صحبت میکنم 1 ساعت، هم جواب به همه سوالاتشون جواب میدم،
به همه ابهامات ناروشنیهاشون مسائلشون امکاناتی که حتی با خودشون باید بیارن، پولی که حتی با خودشون بیارن، شرایطی که مثلا در مراحل اولیه دارن، همه اینا با کدوم کشور برن بهتره، مثلا همه اونا رو باشون در میان میذاریم و کمک میکنیم که پناهجویی که وارد این پروسه میشه خیلی زودتر بتونه به یک آرامش، یک امنیت و آسایش دست پیدا بکنه و پروسه پناهندگیش تموم بشه. به نظر برسه بهترین اطلاعاتی، بهترین امکانی که یه پناهنده میتونه داشته باشه آگاهی است که شما میتونید این آگاهی رو بهشون بدید. عبدالاسدی، در سال آخرم یه سوال دارم از شما. از نظر کشورهای اروپایی و از نظر کشورهای پناهنده پذیر، آیا ایران کشور امنی هست؟ یعنی به این منظور آیا هر کس که از کشور ایران فرار کنه و وارد کشورهای پناهنده پذیر بشه، این باعث گرفتن اقامتش و پناهندگیش میشه؟ از نظر کشورهای پناهنده پذیر و از طرف از نظر کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل تنها کافی نیست، چون کشوری مثلا مثل ایران اختناق سیاسی هست، سرکوب سیاسی هست، زندان خیلی زیاد، اعدام و شکنجه هست. کافی نیست که فقط به خاطر اینکه اونجا هست هر کس بیا بگه من از ایران اومدم بهش پناهندگی بدن، من از ایران اومدم مثلا حفاظتش کنن. اون پناهندگی توی پروسه انجام میگیره، پروسه مثلا از مراجع مختلفی این پروسه باید رد بده، اداره مهاجرت، دادگاه مهاجرت، دیوان عالی کشور همین پروسه رو باید طی بکنه و اینا. یه بار جواب رد میگیره، بعد شکایت میکنه، دوباره به جریان میفته، مراجع دیگه ای هست دوباره رسیدگی میکنه، این پروسه رو باید طی بکنه. اگه توی این پروسه دلایلش به اندازه کافی روشن باشه و کارمندان امور پناهندگی رو قانع کنه که جونش در خطر بوده، خب بهش پناهندگی میدن. اگر نه، تنها اختناق در کشور باعث نمیشه هر کسی از اون کشور اومد بهش پناهندگی بدن. از یه نظر دیگه اینا خب واقف هستن که در ایران بیشتر از هر جای دنیا حقوق بشر زیر سوال داره میره، شکنجه هست، اعدام هست، مرتب اظهار نگرانی میکنن تو قطعنامه های شورای امنیت، اتحادیه اروپا، دادگاه اروپا، یو این، سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، همه اینا معلومه که واقفن به این که در ایران نقض حقوق بشر هست، آدم ها نمیتونن حرف سیاسیشون رو بزنن، نمیتونن مخالفت کنن، نمیتونن کارگرها مثلا نمیتونن خواسته خودشون رو بیان بکنن، شش ماه بهشون حقوق نمیدن، وقتی اینا رو مطرح میکنن میگیرنشون، زندانیشون میکنن، فعالینشون رو سرکوب میکنن، میترسونن، فلان. اینا مسئله هست که به وجود میاد، ولی خب اینا رو همه میدونن. منتها شرطی که به این فعالی که از ایران میاد، یا دانشجوه یا فعال کارگریه یا هرچی، حقوق زنانه یا مثلا همجنسگرانه، مثلا همجنسگران یکی از شاخصهای پذیرش پرنده است، اونایی که سیاسی هن یکی از شاخصهای پذیرش پرنده است، اونایی که مثلا ملیت مثلا خاصی دارن، جرأت اقلیت‌های مذهبی مثلا یک شاخص دیگه مثلا پرندگی است، اونا خب میان اینجا باید اینا رو اثبات بکنن، باید طرف اثبات بکنه این هست، این کاره هست و شرایطش اینه، دلایلش هم اینه، اون موقع اگر اینا رو اثبات بکنه بله پناهندگی بهش میدن، اگر نه توی اون پروسه‌ای که گفتم جواب رد میگیره و باید بهش میگن باید به طور شایسته در اون پروسه‌ای که برات تایید میکنیم آگاهانه کشور رو بتونی ترک بکنی، اگر نه ترک نکنه با پلیس متواصل میشن و پلیس با زور اخراجش میکنن. توی این مرحله هست که فدراسیون پناهندگی بیشترین کمک رو به پناهنده میکنه، این بیشترین فشاری هست روی پناهنده، هرچی فشار بیشتر میاد برای پناهندگان به همون اندازه هم فشار میاد برای فعالین فدراسیون ما. تشکر میکنم از شما عبدالله اسدی، خیلی ممنون، ممنون که به برنامه ما تشریف آوردین و این وقت به ما دادید. و با تشکر از شما بینندگان عزیز به خاطر توجه شما به این برنامه، ساعت و روزهای خوشی را برای شما آرزو می‌کنیم. ایام به کام شما.